در واقع سیاست در پاسخ به یکی از شدیدترین چالش هایی که امروز ما تو شهرها باش مواجه هستیم. حالا چالش هایی چی هستن؟ شروع کنیم. لازم قبل از که من ورود پیدا بکنم یک گذری نسبت به وضعیت شهرهامون قبل از مواجه شدن ما این چالش ها داشته باشیم. میتونم خواهش کنم اسلاید بعدی. اینا تصویر انتخاب شده از چند تا از شهرهای کشور. همه شما این شهرها رو دیدین. خواهش میکنم اسلاید قبلی رو نگه دارید هنوز. اینها نشان دهنده این که ما شهرهایی داشتیم تا همین چند دهه گذشته با ویژگی‌های بسیار بسیار منحصر به فرد، چه در مواجهشون با اقلیمشون، چه در مواجهشون با جغرافیایی که استقرار پیدا کردن، و خب زیبایی‌های منحصر به فردی که صرفاً هم به کالبدشون محدود نمی‌شده، بلکه به ساختار فرهنگی اجتماعی و در واقع طبیعیشون برمی‌گشته. در مواجهه با چند چالش بزرگ شهرهای ما دچار مسائل عدیده‌ای شده. شاید اولین مواجهه‌شون با پدیده مدرنیسم و رویکردهایی که ابتدای در تحت عنوان معاصرسازی و نوگرایی اونها رو دچار دگرگونی کرد. مثال‌هایی از این دگرگونی‌ها رو تو این اسلاید داریم می‌بینیم. مثل اتفاق در مشهد، در تهران و بسیاری از شهرها افتاد. اولین مواجهه این شهرهای ما با پدیده در واقع معاصرسازی بود که اونها دچار دگرگونی کرد، دچار یک چالش نو و کهنه کرد، سنت و مدرنیته کرد. دومین چالش اگر اسلاید بعدی رو نشون بدیم، اتفاقاتی بود که در دوره پهلوی دوم افتاد. باز تداومی از همون در واقع نوگرایی ها و از همه مهمتر چالش شهرنشینی شتابان. شهرهای ما یک بار انفجاری رشد کردن. به قول فرنگی ها تبدیل شدن به شهرهای تکه پاره شده، فرگمنتد سیتی ها. و خب اینا همه اینا زمینه ساز بروز مسائل و مشکلات زیادی در شهرهامون شد. اگر اسلاید بعدی رو نشون بدیم، این مسائل چی ها هستن؟ همه شما باهاشون آشنایید. امروز شهرهای ما به خصوص کلان شهرهای مثل شهر مقدس مشهد با این پدیده ها میدونه. فقر شهری، همون اربن پاورتی که ما محدودش هم نمی‌کنیم به فقر درآمدی ساکنین، به فقر مسکن، به فقر خدمات پایه، و هفت فقری که امروز بسیاری از شهرهای ما گوشه کنارش با این پدیده در واقع درگیره. بحث نابرابری‌های فضای کارکردی، بحث آسیب‌های اجتماعی که هممون از نزدیک داریم در شهرها لمسش می‌کنیم، بحران هویت و خواب‌آوری پایین در مواجهه با کوچکترین ناملایمات طبیعی، یه زلزله، یه سیل، یه طوفان و ناکارآمدی نظام جابجایی که هر روز هممون در ترافیک‌ها داریم دردش رو تحمل می‌کنیم، و در نهایت تنزل کیفیت‌های محیط زیستی و تخریب زیست بوم‌ها که اگر از سایه بعدی نشون بدیم در واقع به نوعی اینا همون اسپشیال مانیفستیشن یا همون تجسم فضایی اون فقری که ازش باهاتون صحبت کردم. اینا مثالای واقعی امروز شهرهای ماست، یعنی تک تکشون در واقع محلاتی هستن که امروز این مسائلی که بسیار درشون انباش شده. پس ما امروز با یک مسئله بزرگی تحت عنوان تنزل کیفیت زندگی رو برابر هستیم. اگرچه اینجا داره نشون میده اساسا ما زیست پذیریمون در شهرها به مخاطر افتاده، کیفیت ها جای خودشون بمونه. ما روزهایی از سال اجازه بیرون اومدن از خونمون رو نداریم، مثلا اینکه بخصوص مثلا من شاید مشکلات نمیدونم تنفسی و قلبی داشته باشم. پس زیست پذیری در شهرها به مخاطر افتاده، کیفیت ها تنزل پیدا کرد. بریم سراغ بعدی. حالا چه کردیم در مواجهه با این پدیده در طول سال گذشته؟ یا از طریق طرح‌های توسعه شهری، طرح‌های جامعه، یا در جامعه مشهدی در مواجهه با مسائل. من اصلا نمیخوام منکر نیستم که طرح‌های توسعه شهری در مواجهه با مسائل مشکلات بی‌تفاوت بودن، اما نه تنها مشکلات رو حرکتش رو برعکس کردن، بلکه در بسیاری موارد طرح توسعه شهری ما زمینه‌ساز رشد تندتر و گسترش بیشتر مسائل مشکلات شده. و
وقتی که ما شهر نازنین مشهد رو و اون هسته تاریخیش رو به یه هم چند نایی بدل میکنیم و باز بسنده نمی کنیم، میریم سراغ سه تا شهر جدید دیگه کنارش به وجود میریم، نه چی؟ میریم تمام توان رو از اون قلب تاریخیش در واقع جدا میکنیم. سه بعدی اگر ببینیم در طرفهایی که مستقیمن به مسائل مشکلات در واقع رسیدگی میکنن هم همین وضع وجود داشته. تحقیمون تحقیمی رسیدگی درستیزی. من یک مروری نسبت به در واقع این اسناد داشتم، چون که به نظر خودم میرسیم که ما یکی از بزرگترین مشکلات رو در مملکت این که همیشه در حال تکرار اشتباهات گذشتیم و اساساً از گذشته خودمون درس آموزی نمی کنیم. پس لازمه که ما یه بار برگردیم به عقب، ببینیم که در گذشته چه رفتاری داشتیم. اگر نقطه مثبتی وجود داشته اون رو تقویت می‌کنیم، و اگر انحرافی وجود داشته، اگر نقطه ضعف وجود داشته، بریم سمت تکرار اون نریم. لذا یک بار تلاش کردم که این در واقع اتفاقات و سیاست‌ها رو بازخوانی بکنم و سندی تولید کنم که بتونه به عنوان ادبیات در واقع توسعه شهری در کشور جا بر اساس این ادبیات که اگر ادامه بدیم اسلاید رو تونستیم یه چیزهایی رو کشف بکنیم. چه چیزهایی؟ چیزهایی که زمینه ساز در واقع تدوین همین سیاست بازآفرینی شهری شده. بریم اسلاید بعدی. خدمتتون عرض کنم از پیش از انقلاب از مواجههایی که خیلی کلان به قیاس دولت مبنا از بالا به پایین، بزرگ مقیاس و خیلی اتوکراتیک به قول فرنگی ها مواجهه شون در واقع حضور کردن فرسکنم نه تنها کمکی به حل مسئله نکرده، بلکه به مسائل اون منطقه اضافه کرده. شد عزیزان ما که از این شهر اومدن این پروژه رو بشناسن، پروژه مجد در شهر مشهد چیکار کرده؟ باید تونستیم واقعا ساکنی که توی این مناطق بودن رو به یک وضعیت بهتری در واقع سوق بدیم یا خبری ازشون ندیم؟ اسلاید رو برای تو ببینیم. از اون طرف لازم بود که ما با ادبیات دنیا آشنا بشیم، ببینیم که در دنیا چه اتفاقی افتاده. اونا هم مشابه ما همین تحولات رو در واقع تجربه کردیم. خب این بررسی در تحولات و سیاست‌های در واقع مواجهه با پدیده‌ها و مسائل شهری نشون داد که اونها تلاش کردن به سمتی حرکت کنن که رویکردهای جدیدشون در برگیرنده دید جامعه تری باشه، همه جانبه به موضوع نگاه کنن، در این حالی که میتونن مسائل رو از سطح محلی هم بازشناسی کنن. بریم اسلاید بعدی. اینجا بازآفرینی شهری چی میگه؟ این سیاست بازآفرینی شهری اگه بخوام خیلی خلاصه بکنم تو چند کلمه میتونم این رو تشریح بکنم و بعد بریم سراغ مسائل. سیاست بازآفرینی شهری تلاشش برای اینه که موضوعات رو همه جانبه نگاه کنه، صرفا نمیخواد از بعد کاربری و فیزیک به موضوع نگاه کنه. میگه که مسائل امروزه معماری و شهرسازی ما زمانی میتونه راه حل کارآمدی داشته باشه، زمانی که ما بتونیم هم ابعاد اقتصادی، هم ابعاد فرهنگی اجتماعی، هم ابعاد زیست محیطی و هم ابعاد کاربردیش با هم نگاه بکنیم. از طرف دیگه میگه موضوعات توسعه شهری به دلیل اینکه ما مواجه با یک سازمان اجتماعی هستیم باید در اون مردم درش نقش داشته باشه. پس به جای نگاه از بالا بکنی تلاش میکنی که مردم رو در این فرایند دخیل بکنی و همینطور در واقع انعطافش، همینطور توجهش به زمینه ها و بسیاری مسائل دیگه که در این چند جمله خلاصش بود. اسلاید بعدی رو ببینید. این سیاست ارکانی داشته که تونستیم از طریق اسناد از سال 92 اسنادی به نام سند توسعه سند ملی بازآفرینی شهری مسابقات شده بشه و بسیاری اسناد قانونی که این مسیر رو در واقع پیش ببریم. شاید خلاصه کردن این اتفاقات در این دیاگرام بتونه کمک کنه به انتقال بهتر برنامه های ما در حوزه بازآفرینی شهری. به نظر میرسه که ما در وهله اول باید یه سری اقدامات کاربردی انجام بدیم. بتونیم محلاتمون رو در حوزه زیرساخت ارتقا بدیم. بتونیم خدمات روبنایی که توی محله نیاز هست رو تأمین بکنیم و شرایط رو برای بهسازی و نوسازی مسکن فراهم کنیم. ولی این سه تا اقدام در برنامه بازآفرینی کافی نیست، بلکه لازمه ما بتونیم در واقع
با اقدامات نرم افزاری. یعنی چی؟ یعنی ابزارهای لازم رو فراهم کنیم. ما نیاز به وسایل تشکیل داریم، نیاز به تسهیلات داریم، نیاز به بسیاری از قوانین داریم که بتونه این جریان رو، یعنی چرخ رو، به حرکت درده. در کنارش نهادهای لازم داریم که بتونن این ماجرا رو همگام با ما که میگم ممکنه دولت باشیم یا مدیریت شهری باشه و مردم پیش ببریم. و در کنارش اگر نهادی پذیرش این موضوع داره، ظرفیت لازم درش ایجاد میشه. بریم سوال بعدی. از این فکر کنم مسائلی باید این کار کنم. یکی از مشکلات بزرگمون عزیزان در مملکت این میشه وجود دستگاه‌های متعدد که همه‌شون خودشون متولی معماری و شهرسازی در مملکت میدونن. فقط دولت 21 دستگاه داره که شما اگه باید یه اقدامی انجام بدید باید با همین 21 دستگاه دست به گریبان باشید. چه برسه به قوای دیگه که اونا هم همشون درگیرن، چه برسه به شهرداری‌ها و دپارتمان‌هاشون و چه برسه حتی بخش خصوصی. و از همه بدتر اینه که هیچ کدوم از اینا با هم هیچ سر سازگاری هم ندارن، هیچ ارتباطی ندارن. شاید یکی از راه‌های کارآمد بود که ما یه جور اینا رو هم جمع بکنیم. من برنامه سوم توسعه درگیر تدوین برنامه‌ها بودم و قرار بر این بود که دستگاه‌ها وظیفه خودشون به شهرداری‌ها تعطیل کنن تحت عنوان مدیریت واحد شهری. تا همین الان که خدمت شما هستیم حتی یک دستگاه، یک مسئولیت به شهرداری ها تفویض نکرده. درود بر اون رو خدمتتون عرض کنم که خب راحت چی بود؟ اسلاید بعدی رو با هم ببینیم. راحت بعدی اینه با هم کار کنم، یعنی در کنار همدیگه بشینن و بتونن با هم دیگه تصمیم گیری کنن، با هم بودجه‌هاشون رو تقسیم کنن. یه ستادی رو انداختن به نام ستاد ملی بازآفاقی شهری که یا دور هم جمع میشن با هم دیگه تقسیم وظیفه میکنن. اساسا صورت مسئله رو هم دیگه تعریف میکنن. یعنی تو مشهد من که تو تهران نشستم نمیگم که کدوم آیا کدوم فولا برام در اولویت مداخله است یا ارسی دیگه، خودشون میدونن تصمیم میگیرن. بریم سوال بعدی. خب حالا چه کردیم در این عرصه بازآفاقی؟ از سال 94 تلاش ما برای این بود که مجموعی از اقدامات رو در گوشه گوشه شهرهای کشور شروع کنیم. تصاویر که ملاحظه می‌فرمایید حاصل این شروع و این فراینده. من این نکته رو خدمتتون عرض کنم چون هر چی به دوستانم و عزیزانم میگم این موضوع همیشه مورد سوال بوده از جانب من. چرا این بازآفرینی تموم نشد؟ چرا اجرا نشد؟ هرچی میگیم بابا این ماجرای بازآفرینی شهرهای فرایندیست که حالا تو خود برنامه ششم توسعه نوشتیم که هر محلی حداقل 10 سال نیاز داره که این فرایند رو طی بکنه تا بتونه اون کیفیت لازم رو در برخورد باشه. از همه مهمتر باید اقدامات تداومی ادامه پیدا بکنه، نه اینکه در یه مقطعی ما رفتیم تمام این مرکز محلات تو گرگان درست کردیم الان در چه هست. یعنی من یه ماه پیش رفتم گرگان و واقعا افسوس می‌خوردم به اینکه چرا اقدامات ادامه پیدا نکرد. زندگی که شروع شده بود بره برگشتن، البته خدا شکر هنوز گرگان این در واقع سرزندگی رو داره. بریم سلاید بعدی. یا در رشت، اما شما در رشت صاحب یک مرکز مدنی هستیم در مجموعه میدان شهرداری که سلاید بعدی رو ببینیم چه این اتفاق درش میفته. ما ببینیم بازآفرینی میشه این اون سرزندگی، اون امنیت، این رویدادها در تعریف من بازآفرینی میشه. سلاید بعدی رو یا در حتی شهرهای مذهبی مثل ناین ما یه طرح تعریف کنیم تحت عنوان از محرم تا محرم. به اعتقاد ما در واقع میشه همزمان و همگام با باورهای مردم در واقع محیط زندگیشون رو هم ارتقا داد. در ناین دوستان مردم به مرکز محلشون میگن حسینیه چون که با هم براشون مراسم مذهبی بسیار حائزاهمیت. آنچه که ما انجام دادیم در مورد طرح بازآفرینی ساماندهی این مسیرهای عزاداری و مراکز و مقام حسینی ها شد. این شور که ملاحظه می‌کنید در این عصر باعث شد مردمی که بافت تاریخی رو ترک کردن و به مسکن‌های مهر پناه آورده بودن مجدد برگردن و اون اصل تاریخی دوباره در واقع مراجعه کنن. تصویر بعدی ببینید. یا تجربه بی‌نظیری در بابل، خیلی خودش میاد یه همچین شاهکاری رو در اون انجام میده. این من به عنوان بهترین الگو در حوزه بازآفرینی شهری میدونم. خود خیلی که حالا خاندان قصی ها هستن در بابل میان برای ارتقای کیفیت آسیب بالا میزنن،
خونهشون رو تبدیل میکنن به خانه فرهنگ محله، کوچه و بازار و بازارچهشون رو ارتقا میدن، پارک محلیشون رو، و امروز که سرزندگی بی نظیری در اینجا در واقع برقرار شد. این بازآفرینی واقعی است که با محوریت خود مردم در واقع شکل میگیره. سوال بعدی، حتی ماجرای بازآفرینی و عرصه‌های دیگه هم اتفاق افتاده. الان ما regeneration داریم، یعنی در واقع بازآفرینی رو کنارهای شهری. تجربه اردبیل حتما شما هم تصدیق کنه، بهش میگن بالاغلوچای، اگه درست هم گفته باشن نمیشست، نه تلفظ بالاغلوچای، چای یعنی رو کنه فکر میکنم بالا. این تجربه یکی از زیباترین تجربه های اتفاق افتاده، همینطور در خوی به مراقب و همینطور در ساری. اینها تجربه هستند از بابا بازآفرینی رودکناره شهری که امروز خبار شد بیش از 17 شهر یا تجربه محله فرادی جلو در اصفهان که اینا همه نشان دهنده شروع این سیاست که باید ادامه پیدا بکنه، نباید متوقف بشه. سوال بعدی، یا جریان زیبایی که در بسیاری از شهرها شما شاهدش هستید، استفاده مجدد از ساختمانهای ارزشمند و خدمتتون اینا نمونههای از این تجربههاست. سوال بعدی میکنیم من دیگه حرفم تمام با سوال آخر، بازآفرینی شهری شاید به عنوان یک مسیری با جریانی بشه ازش استفاده که میتونه کیفیت زندگی رو مجدد به شهرمون برگرده، به شرطی که دانایی خودمون خوب بشناسیم و همه